Bahama salon va imbrus mota singur tem va shumo dar dar si chor mi khod kame malumat dar bore feri yurdihande to be yani an auxiliary word to be malumati hem feri yurdihande to be va zabon to jiki ham chun ast ast mi bushat tarjuma mishavad و علاقمندی زیچ با جانشین های شخصی خیلی علاقمندی زیچ دارد و در زمان حاضر سه شکل خود را دارد یعنی برای جانشین ای ما امرو استفاده میبریم برای جانشین یو ار استفاده میبریم و برای جانشین های هی شی ایت ما ایز رو استفاده میبریم در شکل جمعی همچون R استفاده می شود یعنی we, they. همه اینو باید در خاطر داشت که این در زمانی حاضره نمایانی چون این شکل رو می گیرد I am, من هستم مثال I am a doctor, من دکتر هستم مثال در اینجا می نویسیم اگر ما I are a doctor یا I is a doctor گویم تو جمعه ما خطا می شود و ما رو دانندگان زبان رو درست می فهمند و باید ما در وقت سوالی عمومی گذاشتم یعنی برای جمعه رو در شکل سوالی آوردن ما چه خیلی که گفتیم فعل یورجنده رو در اول جمعه میگذاریم یعنی دیگر دو هیو ایلوه نمیکنیم و از همین شکل های فعلی تو بیست خدا میبریم مثال همین جمعه I'm a doctor رو سوالی میکنم ام طرزی جواب دادنی ما می توانیم همچون short answer و جواب پر همچون جواب پورا جواب دیم برای جواب کوتاه ما می توانیم همو بگیم yes I am I am یا no I am not این جواب کوتاه است و برای جوابی درستر ما پورا جواب می دیم یعنی می گیم yes I am a doctor Yo, no, I am not a doctor. این دو شکلی جوابتی با چونی سوال است. و این چونی باید در نظر داشت که اگر سوال با am I a doctor داده شده باشد اگر با خودی شما سوال دید میگوید yes, I am a doctor ولی اگر با طرف کسی شما ندونید که شما کی هستید چونی حالت ها نیز روخ میدید شما گوید am I a doctor با شما جواب دید yes, you are یا کسی از شما پرسد شما باید You are doctor. در دیگر حالت ها نیز دیگر حالت ها نیز دیده می بریم اگر ما بگیم I am a teacher در جواب باید ما چونی از در جواب ما باید اینجا اینجا شو چه بکنیم جواب ما باید چونی باشن Yes I am اگر سوال به خودی شما باشن یا اینکه No I am not ولی اگر
شخصی که به شما این سوال رو میدید ولی از شما جواب رو طلب کردنی نیست، خودش میدونه که شما معلم هستید، در جواب چونین میگوید که Yes, you are. You are. Or no, you are not. این در شکل شخص یکم و دویم بود، ولی در شخص سیوم کمتر حالت ما آسان‌تر می شود. یعنی اگر ما به سوال Is she a nurse گویم، یعنی همشیره، جواب ما عوض نمی شود. ما در این حالت جانشینی شی رو استفاده می بریم، چون که سخن در برای شخص سیوم نبود. یا نه، شکل سوالی رو دیده برامدیم و برای این کار کردن جمعه ما باید دانیم چگونه این کار رو باید کنیم و چه خیلی که در درس رو بزاشته رو افتردیم بایدیم حصه چه نوت جمعه این کار کرده می شود و جای حصه چه نوت همه وقت بعد از فعل های ارزینده است. این مثال رو می گیریم You are a teacher. ترجمه این جمعه چون می شود که شما معلم هستید و برای این کار کردن رو میگویم You are not a teacher. یعنی در این حوال جمعه ما این کار شد و میگویم که شما معلم نیستید، شما کسی دیگر است، دکتر، انجینیر، کسی دیگر. در زمان گذشته تنها دو شکل دارد، was and were. یعنی was برای شکل تنها I, she, he, it و were باشد برای شکل جمع you, we, they. اگر ما در جمعه این فعل های ارجنده رو استفاده بریم، یعنی جمعه ما در زمان گذشته آمده است. I was a doctor. من دکتر بودم. اجر به نفقه برآمدم. یعنی در زمان گذشته چندین سال پیش من دکتر بودم. برای این کار کردن نیز ما از سه چهار نام استفاده می‌بریم. Not a doctor. شکل سوالی کردن نیز مثل زمان حاضره تنها فعل ارجنده was در اول جمله می آید. Was I a doctor? Was I a doctor? این بود درسی چهارم ما درباره فعل ارجنده to be که در بسیار حالت ها شما با این موضوع دچار می شود و امیدوارم که شما این موضوع رو چکار از کنید. اگر یکم سوال باشد شما می توانید در کامنتری ها سوال رو برسید جواب می دهیم.